هر دو طرف از تفاهمی که پنجشنبه شب تو لوزان اعلام شد به عنوان موفقیت یاد میکنن ایران و آمریکا هر کدوم خلاصه ای از نکات کلیدی این تفاهم رو منتشر کردن ولی این دوتا خلاصه با هم تفاوتهایی دارن شاید مهمترین اختلاف متنهایی که منتشر شده تو بحث تحریم هاست ایران میگه آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های بانکی، نفتی و غیره رو فوراً لغو میکنن ولی متنی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده میگه تحریم ها فقط معلق میشن تا اگه ایران به تعهداتش عمل نکرد فورا دوباره اجرا بشن مورد اختلاف دیگه طول مدت توافقه تو متن فارسی گفته شده دوره زمانی توافق جامع ده ساله ولی طبق متن انگلیسی ایران در بعضی مسائل تعهدهای 15 20 و حتی 25 ساله داده مثلا گفته قنیسازی تا سطح 367 درصد تا 15 سال و بازرسی از معادن اورانیوم و تاسیسات تولید کیک زرد برای 25 سال ادامه پیدا میکنه ولی در بقیه مسائل به نظر میاد تفاوت در نوع بیان قراریه که گذاشته شده مثلا ایران تو متن فارسی گفته هیچ کدوم از تاسیسات هستش تعطیل نمیشن ولی تاکید آمریکا اینه که ایران تعهد داده تا 15 سال رکتور آب سنگین یا تأسیسات قنیسازی جدیدی نسازه مثال دیگه پروتکل الحاقیه ایران گفته داوطلبانه فعلا موقتا این پروتکل رو اجرا میکنه تا بعدا به تصویب مجلس برسه ولی تو متن انگلیسی گفته شده پایبندی ایران به پروتکل الحاقی بلافاصله شروع میشه و همیشگیه در کنار اینا هر کدوم از این دوتا متن جزئیاتی دارند که اگرچه تو متن دیگه نیومده ولی لزوما با هم منافاتی نداره به نظر میاد اختلاف اصلی در اینه که دو طرف تلاش کردند نیمه پر لیوانو از دید خودشون نشون بدن